8 x و علاوه منهای s و علاوه r2 مساوی 8 x و علاوه s مساوی با 20 و در نهایت تمامی پارامترها بزرگتر مساوی 0 اون باید بزرگتر مساوی باشه. خلاصه مدل به همین ترتیب اینجا نوشته میشه. ماکسیمایز z که مساوی با 400 تا x1 این مدلش این مدل از یعنی از مثالی که در بالاتر توضیح داده شده اومده. من فقط صرفا میخوام حل مسئله رو با هم دیگه مرور بکنیم. ماکسیمایز z مساوی با 400 تا x1 علاوه 200 x2 منهای mr1 منهای mr2. این پارامترهای m و r رو توضیح داده بودیم. m ها اعداد بسیار بسیار بزرگی هستن که به جهت اینکه جلوگیری بکنن از منفی سازی من اضافه میشن. اگر منفی باشه، اگر مینیمایز باشه ما اونها رو مثبت میکنیم و اگر خب ماکسیمایز هست که به صورت منفی قرار میگیره. محدودیت ها همونطوری که در سطح چپ صفحه اسلاید 76 نوشته شده اونها رو هم به نوعی در اینجا در قسمت سمت راست حتما قرار میدیم. پس خلاصه این مدل به این ترتیب نوشته میشه. در محدودیت ها هم دقیقا همون ها نوشته میشه. x1 به علاوه x2 به علاوه r1 مساوی با c 2x1 به علاوه 8x2 منهای s2 به علاوه r2 مساوی با 80 x1 به علاوه s3 مساوی با 20 و کلیه پارامترها بزرگتر از 0. تابلوی مقدماتیمون رو بر اساس متغیر اساسی و بعد از اون بر اساس محدودیت هامون می نویسیم. متغیر اساسی در ابتدا زد صفر هست. زد صفر یعنی خود پارامتری که در عنوان مدل قرار می گیره. خود زد که خب صفر هست. شروع می کنیم. زد صفر متغیر زد صفر رو داریم. از زد این زد مساوی یک قرار میگیره. مرمه حالت ماکسیمایز زد مساوی یک قرار میگیره. ایکس یک وقتی که زد صفر زد میخواد یک باشه بقیه پارامترها به صورت منفی این طرف مساوی حرکت میکنن. یعنی در حقیقت مدلی که در اینجا نوشته میشه برای که به همه گی میرن متغیر سمت چپ و بعد میاد به متغیر سمت راست میرسه، متغیر سمت راست ما صفریست که اینا همش باهاش معادل اون قرار گرفتن. میشه زد منهای 400 تا x1 منهای 200 تا x2 منهای به علاوه mr1 به علاوه mr2. خب حالا با هم دیگه مرورش میکنیم. زدمون یک هست، x1 مون منفی 400 اینجا نوشته شده، x2 اون منفی 200، r1 مون مثبت شده اینجا میشه m مثبت m، s2 نداریم در خود عنوان مدل، r2 مون m بزرگ هست بازم مثبت شده چون این طرف مساوی اومده حرکت کرده و s3 هم نداریم. اونهایی که نداریم صفر نوشته میشه، اونهایی که داریم دقیقاً پارامتر آنچنانی که در ضریبش نوشته شده حتما قرار میگیره. خب وارد بحث محدودیت همون میشیم. در بحث R1 اون دیگه R1 رو داریم اینجا نشون میده. R1 در محدودیت اول گذاشته شده. X1 داریم که خب Z نداریم صفره. X1 پارامترش چه ضریبی داره؟ یک. X2 چه ضریبی داره؟ یک. R1 هم یک. بقیه پارامترها رو تو محدودیت اول نداریم. پس مساوی با صفره. این طرف نمودار چه مقادیری رو براش قرار میدیم؟ اون چرا که بعد از مساوی محدودیت اول نوشته شده که اینجا نوشته شده C. R2 رو می نویسیم. R2 که می خواهیم واردش بشیم. خب R2 اینجا محدودیت دوم من هست. نگاه می کنیم ببینیم چی ها رو داره. Z نداره پس صفر بهش تعلق می گیره. X1 داره. X1 ما ضریبش 2 هست. اونجا نوشته میشه. X2 ضریبش 8 داره. R1 رو نداره به جاش R2 داره. R1 با صفر می نویسیم. S2 مساویس با S2 رو هم داره مساویس با منفی 2. R2 مساویس با 1 و خب S نداره و در نهایت مقادیر سمت راست بعد از مساوی شده 80. بچه همین هر چقدر که شما محدودیت داشته باشید معمولا بیشتر از تا نیست در این مدل هایی که برای ما مطرح میشه. هر تعداد محدودیت داشته باشید باید در تابلو مقدماتی به صورت کامل ذکر بشه. این تابلو در حقیقت فقط خلاصه سازی مدل به همراه محدودیت های اون هستش که در این تابلو میاد قرار میگیره. S3 محدودیت سوم داره قرار میگیره. برای S3 میخوایم پیداش بکنیم. زدمون صفره. X1 یکه. X2 نداریم. R1 نداریم. R2 نداریم. R3 نداریم. R2 نداریم. R3 ما یک هستش. در سمخات مقدار سمت راستش بعد از مساوی هم عدد 20 قرار گرفته.
بسیار خوب. شرط آخر هم که اینجا اومده گذاشته که این شرطی است که بدون محدودیت باید لحاظ بشه، نمیتونیم توی تابلو اون رو بیاریم. بعد از اینکه ما تابلو مقدماتی رو بچه‌ها توی مرحله توی روش ام نوشتیم، میایم اون رو تبدیل می‌کنیم به محدودیت‌های دیگه که میتونه وجود داشته باشه در تابلوهای اولمون. تابلوی اول، در تابلوی اول همونطور که در اسلاید صفحه 79 ملاحظه می‌کنید، خب محاسباتی رو محاسبات اون رو طبق حالت پیش گفته انجام میدیم. در حالت‌های بچه‌ها اگر کسی هستش که یاد نداره اینو من برم خود بالاتر، در تابلوهای در وقتی که میخوایم تابلو اول رو بنویسیم، مجموع ردیف‌های آر 1 و آر 2 و ردیف زد حتما نوشته بشه، یعنی تمام مجموع این ردیف هاتون رو بچه‌ها با هم دیگه میارین، اینا رو با هم دیگه می‌کنید، هر چیزی که توی جدول نوشتیم میان جداگانه می‌نویسیم و مجموع ردیف‌های آر 1 و آر 2، آر 1 ضرب در آر 2 و ردیف زد رو با هم دیگه قرار میدیم، اونها رو از هم کم می‌کنیم، نتیجه‌اش اون چیزی که میمونه که در حقیقت به عنوان زد اولیه باقی میمونه. این برای چی انجام میشه؟ این به علاوه من منفی یعنی تفاضل و جمع، برای اینکه ما میخوایم ضرایب آر 1 و آر 2 رو با هم دیگه صفر بکنیم. به همین جهت هستش که چون میخوایم متغیرهامون رو کم بکنیم، خود متغیرهای اساسی مدل رو به دست بیاریم. اینو جلسه قبل با هم دیگه حل کردیم بچه‌ها، ان شاءالله ازش سوال نداشته باشید. خب در اینجا اومده بودیم چیکار کردیم؟ اومدیم تو تابلو اول اینو نوشتیم، همون اعداد، یعنی اینجا اومدیم امو داریم که نتیجهش منفی 1 میشه، زدمون منفی 1، 6 منهای 6 ام، 6 منهای 6 تا ام، یعنی اون چرا که بچه‌ها صفر داره ام بهش اضافه میشه و مسئله با مساوی حل میشه. خب بقیه قسمت ها آر 1 و آر 2 همونی که در جدول اصلی هست نوشته میشه، این میشه تابلوی مقدماتی. بعد نگاه میکنیم توی تابلو، میومدیم نگاه میکردیم، میگفتیم از بین پارامترهای زد 0 اون چرا که از همه کوچیکتر هست پیدا میکنیم، اون رو به صورت ستونی حرکت میکنیم، میایم میرسیم اونایی که در مقادیر سمت راستش باز مثبت هست توی محدودیت از همه کوچیکتر، اون رو میشه حد مشترکش، میشه پس ذریع بعدی میشه 2 که باید تا در تابلوی 2 تا 4 همین رو توضیح دادیم که اومدیم اون ضریب 2 رو باز اونجا لحاظ میکنیم، به جایی که ام داشته باشیم ضریب 2 رو لحاظ میکنیم. خب حالا برگردیم روی مثالی که توی این مرحله داشتیم. در اینجا ما جا همین کار میکنیم، ما تابلو اولمون رو بر اساس جمع مقادیر آر 1 تا آر 2 آر 3 هر چیزی که هست مینویسیم، در مقدار زد 0 با زد 0 اولیه با زد 0 تابلوی مقدماتی جمع میکنیم، در اینجا اون رو لحاظ میکنیم. این سطر اولی که ملاحظه میکنید بچه ها، سطر اول میشه تابلوی مقدماتی اول. خب همونطور که در این تابلو بچه ها ملاحظه میکنید، نگاه میکنید میبینیم کدوم عدد از همه کوچکتر هست، عدد منفی 400 منهای 3 ام از بقیه اعداد ما کوچکتره، پس اون ستونی اون کالمی که انتخاب میکنیم کالم x1 هست. از بین ستون سطرها نگاه میکنیم بین محدودیت هامون کدومی که از همه کوچکتره، محدودیت پایانی یا s3 از همه مقادیر سمت راستش کوچکتر هستش. به همین ترتیب میایم حرکت میکنیم، تابلوی اول تابلوی دوم ما که بخواد ضرب بشه ضریبش ضریب 1 هستش، یعنی فصل مشترک بین ستون منتخب با سطر منتخب. خب این اتفاقی بود که در تابلوهای اساسی می نوشته. بر اساس بچه ها در حقیقت میزان منفی که در زد در سطر زد صرف اتفاق می افته، تعداد تابلوها افزایش پیدا می کنه. اینقدر ما ادامه می دیم تا هیچ عدد منفی در سطر زد ما وجود نداشته باشه. هیچ عدد. یعنی چه در مقادیر سمت راست، چه در مقادیر متغیر اساسیش، هیچ سطر نباید وجود داشته باشه. خب این همونطور که می بینید الان تابلو 4 تابلوی بهینگی از لحاظ تابلوهای سیمپلکس M هستش. روش دو مرحله که در این جلسه دیگه میخوایم انشاءالله آغازش بکنیم، در راستای این میاد تعریف میشه که روش ام یکی عیب خیلی بزرگ داره، اون هم این هستش که چون ما داریم مقادیر خیلی بزرگی رو در قالب
اون پارامتر M وارد تابلومون میکنیم، ممکنه خطاهای بسیار بزرگی، خطاهای محاسباتی بسیار بزرگی هم براش اتفاق بیفته. برای حل این مشکل و برطرف کردن این نقیضه میم از روش دو مرحله‌ای استفاده میکنیم. روش دو مرحله‌ای حل مسائل با متغیر مصنوعی هستش. روش سیمپلکس دو مرحله‌ای رو اگه بخوایم با هم دیگه مراحلش رو با هم مرور بکنیم، هستش که مجموعه متغیرهای مصنوعی به جای تابع هدف اصلی مسئله قرار داده میشه و مسئله جدیدی کلن ساخته میشه. تابع هدف جدید با همون محدودیت‌های اصلی حداقل سازی میشه، یعنی ما فقط تابع اصلیمون رو، مدل اصلیمون رو بچه‌ها میایم جابجا میکنیم. محدودیت‌هاش رو هیچ محدودیت مصنوعی یا با متغیرهای دیگه بخوایم جابجا کنیم اینطوری نیست. اگه مسئله داری ناحیه مو به یک ناحیه موجه باشه، مقدار تابع هدف جدید برابر با صفر میشه. با صفر شدن و با صفر شدن تا به هدف مرحله دوم میریم، یعنی این مرحله اول ادامه پیدا میکنه تا وقتی که تابمون صفر بشه. در مرحله دوم از تابلوی بهینه مرحله اول به عنوان یک جواب موجه اولیه استفاده میشه به جای سطح آر صفر. در تابلوی بهینه مرحله اول تابه هدف اصلی با فرم حد اکثر سازی وارد میشه، یعنی دیگه ما اینجا هستش که در این بخش هست که دوباره برمیگردیم تابه اصلی هم مدلمون رو استفاده میکنیم. تا الان داشتیم از متغیرهای مصنوعیش استفاده میکردیم. خب ویژگی جدول سیمپلکس بررسی میشه به این ترتیب که نباید زد منفی داشته بود، در ردیف زدمون منفی داشته باشه و اعداد باید تماما مثبت باشه. تا وقتی که شرط بهینگی بخواد رعایت بشه معمولا جدول رو ادامه میدیم. حالا به این جهت که بخوایم این موضوع رو یک بار با هم دیگه حل و فصلش بکنیم، میایم یک مثال رو با هم حل میکنیم. در مثالی که اینجا برای شما در اسلاید صفحه 82 هست گذاشته شده، عنوان تابع شما در مدل به این ترتیبه: مینیمایز زد، یعنی تابع حد اقل سازی هم هست، مینیمایز زد مساویست با 4 تا x1 به علاوه x2. محدودیت هاش چیه؟ 3x1 به علاوه x2 مساویست 4x1 به علاوه 3x2 بزرگتر از 6، x1 به علاوه 2x2 کوچکتر از 3 و x1 و x2 هر دو، یعنی همه متغیرها کماف سابق باید بزرگتر از 0 باشن. مدل گسترده ای که در گام اول برای مرحله برای این مدل می نویسیم، همونطور که صحبت کرده بودیم، می اومدیم اونها رو، مدل رو یعنی تابع اصلی رو با تابع متغیرهای مصنوعی جابجا می کردیم. بنابراین مینیمایز آر صفر که این آر صفر هم متغیر مصنوعی ما هست، مینیمایز آر صفر مساوی است با آر یک به علاوه آر دو، ولی محدودیت ها فقط آر ها بهش اضافه میشه، آر و اس مون بهش اضافه میشه. 3x1 به علاوه x2 به علاوه آر یک مساوی 3، 4x1 به علاوه 3x2 منهای s2 به علاوه آر دو مساوی 6 و x1 به علاوه 2x2، این همون بچه همین هایی که در اینجا محدودیت هست کاملا مثل شرایط اصلی میاد اینجا نوشته میشه. در محدودیت اول آر یک اضافه میشه، در محدودیت دوم آر دو ولی آر دو اضافه میشه اس دو کم میشه، در محدودیت سوم هم اس اضافه میشه. این قانونش بوده که ما داشتیم، یعنی هم دو تا آر داریم دو تا اس داریم که در اینجا اضافه میشه. خب در محدودیت سوم ما دیگه آر یک و آر دو که توی مدل اصلیمون داریم و نداریم، اینجا فقط S اضافه میشه. تمامی متغیرها از X یعنی متغیرهای اصلی و متغیرهای مصنوعی تماما بزرگتر از 0 هست. حالا ببینید تابلو مقدماتی اول رو با استفاده از این مدلمون می‌نویسیم. اگه بخوایم دقیقاً این مدل رو بنویسیم، می‌مادیم نگاه می‌کنیم چون مینیمایز هست، وقتی که ماکسیمایز معکوسش رو میکنیم منفی میکنیم، باز میشه منفی ها برمیگردیم و همه مثبت ذخیره میشه، دیگه نیازی نیست پس این کار رو الان انجام بدیم. متغیر اساسی دیگه زد نیست، آره، متغیر اساسیمون اینجا آر هست که ما میخوایم آر رو بشناسیم. در قسمت خود آر یکه، ایکس یکمون صفره، ایکس دومون صفره، اس دو صفره، آر یک یکه، آر دو یکه و از اس هم نداریم. خب مشخصا همون رو که توی یعنی نوشتن تابلو اول بچه‌ها خیلی مهارت لازم نداره، صرفا دقتتون رو میخواد که شما همون چرا که در مدل گسترده مرحله اول نوشتید بر اساس همون تابلو مقدماتیتون رو هم بنویسید. وارد بحث قسمت بعدی متغیرهای اساسی بعدیمون همون محدودیت هایی هستش که داره وارد میشه. آر یکمون
بر اساس محدودیت دوم نوشته میشه. خب خود آر رو نداریم. ایکس یکمون اینجا چند بوده؟ 3. ایکس دومون چند بوده؟ 1. آر یکمون چند بوده؟ 1. آر دو 0 نداریم. اس نداریم. مقادیر سمت راست چه عددی میشه؟ میشه 3. آر دو چیه؟ آر دو رو بعد توی محدودیت دوم نگاه کنیم. توی همون محدودیتی که وجود داره نگاه میکنیم. آر دو 0، ایکس یکمون 4، ایکس دومون 2، اس دومون منفی 1، آر یکمون 0، آر دو 1 و آر سه اس هم نداریم. اس میره تو محدودیت سوم پیدا میشه. عدد سمت راست 6، بعد از مساوی 6 هستش. اس متغیر اساسی هستش که در سمت چپ میخوام به دنبالش بگردیم. بر اساس اون چیزی که در مدل میبینید به عنوان در محدودیت سوم جستجو میشه. ببینید که تو کدوم محدودیت نوشته شده؟ تو محدودیت سوم. پس تو همین محدودیت هم نوشته میشه. آرمون 0، ایکس یکمون 1، ایکس دو 2، اس دومون 0، آر یکمون 0، آر دومون 0 و آر سه هم 1 هستش. آرسه اینجا نوشته شده 1. عدد سمت راستش رو مطابق با عدد سمت راست محدودیت سوم می نویسیم میشه 3. این میشه تابلو اول. انشاءالله تا اینجا که بچه های سوالی نباید داشته باشید روی رسم در حقیقت یا نوشتن تابلوهای مقدماتی، چون اگر مشکلی دارید همین الان باید رفعش کنیم که من میخوام ادامه بدم دیگه. از جلسه گذشته هم ممکنه براتون سوال پیش اومده باشه، تا این مرحله نباید اشکالی وجود داشته باشه. خب بر اساس اون چیزی که در تابلوی اول نوشتیم شروع می‌کنیم به محاسبات مرحله مقادیر سمت راست و چپ و همچنین مقادیر اساسی تابلوهای اول تا به بعدش. این تابلو مقدماتی تابلویی است که صرفا نمونه مدل توش نوشته شده. خب نگاه می‌کنیم بر اساس جمع عددی که اینها داره رو با هم دیگه محاسبه می‌کنیم. در ضرب صفر بعد مجموع عددی آرها به علاوه قسمت آر نوشته بشه. خب که توی تابلو اول بچه اگه خاطرتون باشه توی چیز گفتیم، توی روش سیمپلکس دو مرحله توضیحاتش گفتیم وقتی دیگه وارد تابلو مقدماتی تموم شد، تابع هدف جدید در حقیقت ببخشید مسئله داره نامه موجه باشه، مقدار تابع جدید برابر صفر میشه و با صفر شدن تابع جدید وارد مرحله دوم میشه. مرحله دوم دیگه تابلوی بهینه مرحله اول جواب موجه اولی استفاده میشه. بنابراین بچه‌ها تو این مرحله که داریم وارد میشیم در تابلوی اول دیگه خود پارامتر مبنا رو میاریم. پارامترهای مبنا پارامترهایی بودن که در چیز گذاشته شدن، در تابع اصلی هدفمون گذاشته شدن. خب تابع اصلی هدفمون بوده مینیمایز زد مساوی 4x1 به علاوه x2. همونطور که بچه ها میدونید ما اومدیم آرها رو با هم دیگه جمع کرد، اینها رو با هم دیگه جمع کردیم با تابع هدف با هم دیگه مجموعش رو میگیریم میشه زد صفر که میخواد اینجا نوشته بشه. چون متغیرهای اساسیمون در تابع هدف اصلی بحث حد اقل سازی داره، باید منفی اونها حساب بشه. میشه منفی مینیمایز زد که بخواد بشه ماکسیمایزش و اونها حرکت میکنن به سمت طرف چپ مساوی، بنابراین همگی منفی میشن که باید در محل قرار داده بشن. خب حالا میایم اونها رو با اینها جمع میکنیم. یعنی اونجا دیگه ما داریم منفی 7، منفی 4، منفی 7 x1 که منفی 4 تا x2 به علاوه منفی هر چیز آپارامتری که دیگه که داریم برابر با منفی اون در نظر میگیریم. معمولا در پارامترهای مبنا 0 R1 و R2 و S3 برابر با 0، چون اینها محدودیت هایی هستن که دارای N بزرگ هستن، اینها رو برابر با 0 میکنیم. به خاطر اینکه از اینها رو حذف بکنیم داریم کار انجام میدیم، مقادیر بزرگ رو حذف میکنیم. خب Z0 به این ترتیب نوشته شد، پس مجموع اینها رو میگیریم، این 1 به علاوه 0 به علاوه 0 به علاوه 0 در نهایتش میخواد با Z. آقای عزیزی معمولا از اینها حالا
روش های سیمپلکس یا روش های حد اقل سازی، حد اکثر سازی که توی این مراحل ازشون استفاده میکنیم، قاعدتا شما خودتون دیگه دستی انجامش نمیدین، نرم افزاری انجام میشه، اما برای حل مسائل مدیریتیه. یعنی شما در روش های اولش که ما با هم دیگه صحبت میکردیم، جلسه اول حضوری که بعضی از دوستان تشریف بردن، میمونیم با هم دیگه بررسی میکردیم بهینه ترین پاسخ برای تصمیماتی که تو سرمایه گذاری ها توی شرایط مختلف سازمانی پیش میاد به دردمون میخوردش. به همین جهت هستش که حالا اینها رو شما باید مفهوم بدونی، حالا مفهوم حل کردنش رو یا اینکه چجوری اصلا این مسائل باش برخورد میشه رو یاد بگیرید، ولی دیگه خودتون انجام نمیدید. اینها رو دیگه میبرید تو مدل، خود مدل سازی میاد پیش بینی میکنه، شاید 100 تا تابلو لازم باشه بنویسه، اون 100 تا تابلو رو مینویسه و بعد در نهایت اونها به شما کمک میکنه به عنوان یک مدیر. یعنی حالا اونهایی که در OR خیلی قوی هستند خیلی اعتقاد دارن به نوعی به نتیجه استفاده از روش های سیمپلکس و روش های آماری که توی مسئله مدیریتی میتونه به تصمیمات کمک بکنه. خب تابلوی اولمون رو می‌نویسیم. تابلوی اول گفتیم که خب آر چون زدمون منفی شده بوده، مینیمایز بوده، یک منفی یک داره بهش اضافه میشه، پس منفی یک رو اینجا قرار میدیم. 3 به علاوه 4 هفته، منتها چون منفی ایکس یک اون باز منفی شده، باز منفی هفتهش رو می‌نویسیم. ایکس دو هم همینطور، همه اینها رو بچا با هم دیگه قرار میدیم و بعد در نهایت مقادیر سمت راست اون شده که به دست میاد هم در اینجا بر اساس تابلوی اولمون می‌نویسیم. خب این چیزی که بچه ها اینجا میبینید، این تابه اصلی و این تابه و متغیر مصنوعی است. اشتباه نکنید، ما وقتی که وارد تابلوهای مرحله ایمون میشه دیگه تابه اصلی مد نظر ماست، منتها از این تابلو استفاده میکنیم برای اینکه اعداد ام بزرگ رو واردش نکنیم، صرفا متغیرهای مصنوعی آر به کمکشون میاد. خب بقیه متغیر هم به همون ترتیبی که بودن نوشته میشن و بعد شروع میکنیم نگاه میکنیم ببینیم در هر کدوم از اینها کوچکترین عدد به چه ترتیبی هست. اون که کوچکترین عدد در سطر صفر ما وجود داره اون رو به عنوان ستون انتخاب میکنیم. از طرف دیگه نگاه میکنیم ببینیم کوچکترین عدد در متغیرهای محدودیت هامون مقادیر سمت راست کدوم عدده، اون رو هم به عنوان سطر انتخاب میکنیم، حد مشترک اون رو با هم دیگه میگیریم. نگاه بکنید توی این یک از توی این کوچیکتره و بعد 3 ضرب در اون میشه. خب همه اعداد رو باز میاریم ضرب در اون عددی که به عنوان عدد لولا انتخاب میشه، در زد صفر ضرب میشه. به همین ترتیب ادامه میدیم، انقدر باید تابلو ادامه ضرب اینها در اعداد لولا انجام بشود. عدد لولا رو بعد جاورتون دو جلسه پیش توضیح دادم که چه اتفاق میفته، جلسه پیش توضیح دادم که چه اتفاق براش میفته. یعنی این حالا لطفا دیگه حتما باید مطالعه کرده باشید. آخر جلسه قبلم تاکید کردم تا وقتی که اطلاعات تابلوها رو یاد نشه باشید، اصلا هر چقدر من اینجا توضیح بدم هیچ فرقی براتون نمیکنه، چون راحت آدم نمیتونه یاد بگیره. خب بعد وارد بحث مرحله دوم میشم. مرحله دوم خودت ها به هم داره واردش به صورت عینی میشه. تابلو مقدماتی اون رو مینویسم. تابلو مقدماتی به این ترتیبه که منفی یک زده من منفی یکه، ایکس یک 4، ایکس دو 1، همه اینها رو مینویسم. ماکسیمایز منفی زد شده، منتها چون ایکس یک و ایکس دو میاد این سمت مساوی میشه ماکسیمایز میشه منفی زد به علاوه مثبت 4 ایکس یک به علاوه مثبت ایکس دو. خب تابلوها رو دوباره می نویسم. اعدادی که اینجا در آخرین تابلوی بهینه مرحله اول پیدا شده دیگه به عنوان محدودیت های من اینجا برای متغیر اضافه استفاده میشه. یعنی ایکس و ایکس و اسده ای که من اینجا دارم دیگه به عنوان متغیر اساسی استفاده میشه. خب همون اعداد رو می نویسم و در نتیجه مراحل حلم رو ادامه میدم تا باز بتونم زد رو از صفر خارج بکنم. منطق بچه ها کلن تابلو ها روی یک موضوع سوار هست و اون این هستش که شما تا جایی که میتونید اعداد
منفی رو از تابلو باید تابلوهای مرحله‌ایتون حذف می‌کنید. در این راستا معمولاً اعداد لولا با کمترین مقادیر انتخاب میشن تا بتونن کمترین تغییر رو در تابع هدفتون ایجاد بکنن. برای همین بزرگترین ایجاد میشه. وقتی بزرگتر ایجاد بشه ممکنه اعداد خیلی تغییر ایجاد بشه درشون و خیلی فاصله غیر منطقی، غیر واقعی بین اعداد جواب و اعدادی که به دست میاد وجود داشته باشه. خب نتیجه‌ای که بر اساس این تابلو میگیریم، این نتیجه به این ترتیب هستش که خب تمامی مقادیر ما که مثلا x1مون 3/5، x2مون 6/5، s2مون اینجا نوشته شده 0 که s3 r1 و r2 تمامی پارامترها 0 و در نهایت زدمون یا همون زد پلاسمون چون خودش منفی 1 هست و مقادیر سمت راستش هم شده منفی، هر دو با هم منفیشون هست میشه و زدمون میشه 18/5 بخش. خب تفاوت این دو تا روش چیه؟ تفاوتشون فقط به کارگیری هستش که در روش اول من اومدم یک پارامتر ام نامی که خیلی خیلی عدد بزرگی هست، ذریبه بزرگی است، اضافه کردم. معمولا در حد حداقل سازی خود خیلی به درد من میخوره که در مفاهیمش هیچ فرقی نمیکنه. تابلوی آخر مرحله اول یک گوشه موجه در ناحیه واقعی موجه مسئله هست. تابلوهای بچه‌ها موجه رو تو ذهنتون داشتید؟ ما توی جلسات گذشته با هم صحبت کردیم. اگر بخوام الان نمونهش رو بهتون نشون بدم، ببینید ما میومدیم هر کدوم از این محدودیت هامون رو که مثلا مینیمایز بود اینها رو به صورت یه سری پارامتر رسم میکردیم توی این نموداری که ملاحظه میکنید، یعنی نمودار x1، نمودار x2، ببخشید بردار x1 و بردار x2. وقتی که همچین پارامتر داشتیم در یک بار x1 رو صفر میکردیم، یک بار x2 رو صفر میکردیم، در نهایت اونها رو رسم میکردیم، یک ناحیه موجه برای ما ایجاد میکرد. مسائل حد اکثر سازی قسمت زیرین نمودار و مسائل حد اقل سازی قسمت بالاتر از حد فصل مشترک ما به عنوان جواب بهینه انتخاب میشد. خب اینها رو بهشون گفتیم ناحیه موجه. موجه یعنی ناحیه‌ای هستش، محدوده‌ای هستش که جواب اصلی یا بهینه ما حتما یکی از قسمت‌های اونه که در مسئله حداکثرسازی اگه خاطرتون باشه نقطه تقاطع مسائلی که رسمشون کرده بودیم، محدودیتایی که رسمشون کردیم یا توابع رسم شده به عنوان نقطه بهینه ناحیه موجه انتخاب می‌شد. حالا برگردیم سر اسلایدی که داشتیم صحبت میکردیم، تفاوت روش دو مرحله اسلاید 87 که خب برای تابلوی آخر مرحله اول این تابلوی هستش که ما هنوز وارد مرحله دو نشدیم. تابلوی آخر مرحله اول که تمامی اعداد بجز زد چون مینیمایز هست حتما زد ما صفر منفی یک میمونه بچه ها چون خب توضیح دادم توی اینجا وقتی که ما صفر داریم یا مثبت یک به بالا رو داریم، یعنی اعداد ما دیگه منفی نیستن، حتما جواب این تابلو اگر بخواهیم ببریمش توی محور مختصاتی رسمش بکنیم حتما یک ناحیه موجه که از نواحی موجه ما رو داره شامل میشه، یعنی از جواب ما هست، مطابق بهینه ترین جواب ما نیست. دلیل جریمه بستن به متغیرهای مصنوعی در روش بزرگ هم به خاطر عدم امکان توقف در ناحیه غیر موجه هست، چون خیلی وقتا بچه‌ها به خاطر اینکه عددهای ما مینیمایز هست یا اعداد ما خیلی کوچیک میشه ممکنه یا فاصله جوابی خیلی زیاد میشه ممکنه از محدوده موجه خارج بشه عدد و کاملا وارد محدوده غیر موجه بشه. به خاطر همین هست که ما ام رو میایم قرار میدیم. تکرار سیمپلکس در هر دو روش کاملا با هم دیگه مساوی است. هیچ فرقی نمیکنه شما یک مسئله رو از دو روش برید حل بکنید، هیچ فرقی نمیکنه. آخرش تا جایی این جداول مرحله ایتون رو ادامه میدید که اون عدد زد صفر متغیرهای اساسی در زد صفرتون با هم دیگه دقیقا تعدادش برابر میشه که هر دو بخوام بزرگتر از صفر باشن، یعنی منفی عدد منفی نباشن یا عدد مثبت باشن. خب حالا با هم دیگه این مثال رو هم با هم دیگه مرور کلی بکنیم. سمت چپ مثل رو نوشتیم که در سمت چپ مرحله اول اون گذاشته شده. خب
x میبایست z مساویست با ست x1. ملهای x2 که یه سر محدودیت هم داریم. دوتا x1 به علاوه x2 بزرگتر از 2، x1 به علاوه ست x2 کوچکتر از 3، x2 کوچکتر از 4، x1 و x2 هر دو اعداد مثبت هستن. این محدودیت اولمونه. بخواییم با تابلوی سیمپلکس اون رو حل بکنیم. در مرحله اول ماکسیمایز z داریم. اینو تبدیل به مسئله حد اقل سازی میکنیم تا بتونیم r رو بهش اضافه بکنیم. اگر بچه ها منفی نباشه اصلا اضافه کردن r دلیل نداره ها. یعنی اینو تو ذهنتون داشته باشید. خب مینیمایز r که r یک مینیمایز r مساوی است با r یک، بنابراین ماکسیمایز منفی r هم میشه با منفی r یک با هم برابر میشه. محدودیت هامون رو با همون اساس مینویسیم. در محدودیت اول دو تا x1 به علاوه x2 که بزرگتر از 2 بوده، منهای s1 به علاوه r1، x1 به علاوه x2 به علاوه s2، x2 به علاوه s3 مساوی است با 4 3 و 4 و همه محدودیت ها هم که اینجا گذاشته میشه. خب شما خودتون این بر اساس قوانین یا ضوابط تابلوهای سیمپلکس مدل های مرحله اول رو مینویسید. میریم تو تابلو مرحله اول. تابلو مرحله اول بر اساس کدوم قسمت نوشته میشه؟ بر اساس متغیرهای مسلوعی مون. خب متغیرهای مسلوعی چی بود؟ ما دیگه متغیر اساسی x1 و x2 نداریم، تماما r داریم و s. خب مینویسیم. خود نوشتن تابلو رو که دیگه تا الان یاد گرفتید. آرمون منفی هستش. چرا؟ چرا منفیه؟ برای اینکه تمامی چیزها اومدیم ماکسیمایشون به مینیمایز تبدیل کردیم. منفی آر مساویست با منفی آر یک. خب در سطح آر صفر من فقط آرم منفی یک هست و آر یک، ما بقیش همشون صفره. خب هیچی نداریم، هیچ متغیر اینجا دیگه قرار داده نشده. آر یک من توی قسمت دوم، تو محدوده دوم گذاشته میشه. آر یک برابر میشه با خب x یکمون که 2، x دومون 1، s یکمون منفی 1 هستش ببخشید و r یکمون هم 1. تابلو رو می‌نویسیم. تابلو مرحله اول رو می‌نویسیم. خب این متغیرهای اساسی بچه‌ها خب می‌ریم شروع می‌کنیم به پیدا کردن بهینه‌ترین. نگاه کنید در این تابلو من تابلو مرحله اولم تا وقتی که اعداد رو ادامه میدم تا به بهینه ترین جواب هم میخوام برسم که بعد وارد بحث تابلوی مرحله دوم بشم. درسته؟ شما به هر ترتیبی هم که بخواید بنویسین اعداد رو به صورت درست میره پیدا میکنید. خب این نگاه میکنید ببینید که از بین اعدادی که اینجا وجود داره کوچکترین عدد کدوم هستش. اعدادی رو که بر اساس این تابلو هم داریم اونجا مینویسیم. تابلویی که اینجا داریم در مرحله دوم میخواد به صورت واقعی نوشته بشه. جواب بهینه‌ای که ما در این مرحله بر اساس تابلوی مرحله دوم میخوایم بنویسیم دونه به دونه اینجا تکرار میشه. ببینید من اومدم اعدادی که اینجا گذاشتم، اعدادی که اینجا دارم رو عیناً توی محله گذاشتم. منتها زد صفرم رو دیگه مثل آر صفر ننوشتم. نکته ای که بچه ها توی این قضیه براتون مهم هست اینی که بدونید در چه زمانی تابع اول و در چه تابع اصلی و در چه زمانی تابع مصنوعی میخواد وارد بشه. متغیرهای مصنوعی من از یک جای به بعد باید حذف بشه. همونطور که ملاحظه میکنید متغیرهای مصنوعی من در تابلوهای مرحله اول به ترتیب حرکت میکنه که حداقل صفر و بعد وارد باید بتونیم ما تابلو اساسی رو بهش وارد بکنیم. ما x1 رو در پایانی ترین تابلوی مرحله اول تونستیم وارد بکنیم. بر چه اساس میتونیم وارد بکنیم؟ نگاه میکنیم کمترین عدد محدوده رو پیدا میکنیم، بر اساس آخرین کوچکترین عدد اون هم نگاه میکنیم میشه منفی یک دوم. منفی یک دوم رو وارد میکنیم، این منفی یک ببخشید میشه منفی یک. منفی یک رو وارد میکنیم، منفی یک در همه اعداد من ضرب میشه و بعد وارد باز از بین اینها کوچکترین رو انتخاب میکنیم. میشه منفی، اونم میشه منفی یک. منفی دو به دو میشه منفی یک. منفی یک رو به همه اینها ضرب میکنیم. چیزی که بچه ها برای من مهمه اینه که اینو داشته باشید. تابلوها در تابلوهای مرحله اولیه آر یک و آر دو و آر سه حاصل ضرب اعداد لولا در اعداد اصلی هستن. منتها چون در تابلوه
تابلوهای مثل این تابلو ما اعداد ضد صفرمون شامل منفی یک و صفر هستش، اونها دیگه توش وارد نمیشه. عدد منفی دیگه نداریم، چون نداریم دیگه ضرب اون براش انجام نمیشه، صرفا برای این انجام میشه که محدودیت هامون رو بتونیم تبدیل بکنیم. تابلوی مرحله دوم که بخوایم وارد بشیم، تابلوی مرحله دوم فرق میکنه. در تابلوی مرحله دوم ما اومدیم از متغیرهای اساسی اون استفاده کردیم. خب خود ماکسیمایز زد مساوی با ست ایکس سیگما های ایکس، و هر کدوم از اینها اومده به اون طرف وارد میشه، میشه ماکسیمایز زد منهای ست ایکس به علاوه منهای ست ایکس یک به علاوه ایکس، و بنابراین اعداد من در ایکس یکش باز منفی. حالا در تابلوی مرحله دو برای ما مهمه که اعداد غیر از زد، چون مسئله ماکسیمایز هم هست، زدمون هم مثبت میمونه. در اعداد غیر از زد نباید عدد منفی وجود داشته باشه. همین مفهوم تو ذهنتون داشته باشید کاملا حل میشه. پیدا کردن عدد لولا و ضرب اون در مقادیر محدودیت هامون با استفاده از و همچنین محدودیت و متغیرهای زد زد صفرمون، عدد دیگه کار سختی نیست. حساب میکنید منفی 3 رو دارید، از روی منفی 3 حساب میکنید، عدد رو میرید پایین، از طرف دیگه این رو هم میاد کمترینش رو انتخاب میکنید، عدد در اونها ضرب میشه. این عدد از بالا اومده، عدد در اونها ضرب میشه، اینجا میشه 1 3، منفی 3 1 0 0 که این کالم ایکس 1 کوچکترین کالم ما هستش. از طرف دیگه این هم شده 1 2 4، عدد مبنا میشه چی؟ عدد مبنا میشه 1 و این میشه 1، عدد لولا میشه 1. یکی در همه اینا ضرب میکنیم، یکی که میخواد در همه اینها ضرب بشه با جمع اعداد پایینی میخواد اتفاق بیفته. دوباره این موضوع انجام میشه و این حرکت ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ما بتونیم اعداد رو مثبت بکنیم. این اتفاق بچه ها به صورت عمومیت کار انجام میشه، در موارد خاص اینطوره نیست. موارد خاص موضوع همونطور که بچه ها ما توی روش های نموداری که درس اون رو حضوری با هم دیگه مرور کردیم، در روش های نموداری ما یه سری موارد خاص داشتیم که حالا یا ماهیه موجهمون نامتناهی بود یا چند تا ناحیه داشتیم یا جوابش تبهکم بود یا جواب بهینه چندگانی بود یا بیکران بود، این چهار حالت موارد خاص ما محسوب می شدن. فرض کنید من اگه بخوام جواب بهینه چندگانی داشته باشم، یه ماکسیمایز زد دارم، تابع من چیه؟ 40 تا x1 به علاوه 30 تا x2 که محدودیت شامل x1 به علاوه 2 تا x2 کوچکتر از 40، 4 x1 به علاوه 3 x2 کوچکتر از 120، x1 و x2 هر دو بزرگتر از صفر باشه. قانون اول ماکسیمایزا چی بود بچه ها؟ وقتی من ماکسیمایز دارم باید بزرگتر مساوی باشم، چون محدودیت های این تابع هر دو منفی شدن، بنابراین مسلم بدون که این مشکل باطلی میخوریم. تو این حالت ما جواب بهینه‌مون چندگانه میشه. خود تابع هدف رو که میریم مینویسیم توی مدل تابلو مقدماتیمون، خب اونها نوشته میشه ماکسیمایز هم هست، هیچ مشکلی نداره. میایم تابل رو می نویسیم که میشه منفی 40 منفی 30 0 0، این هر دو میرن این طرف میشه z منهای منفی 40 x منهای 60 2. خب جواب رو می نویسیم. اعداد دیگه هم به همین ترتیب نوشته میشه. عددی که به عنوان عدد لولا انتخاب میشه عددی است که اینجا 4 داره. چرا؟ چون من عدد رو به عنوان عدد در اینجا منفی بوده، عدد بزرگتر رو انتخاب میکنم، میشه عدد لولا. عدد لولا وارد ضرب و تقسیم های اینها میشه و بعد محدود و تابلوی دوم نوشته میشه. بچه تو عدد لولا اینها که مشکلی ندارید، اگه لازمه اونها رو یه مرور دیگه با هم دیگه بکنیم، چون اگر مشکلی هست الان با هم یه مرور بکنیم، اگر نه که من ادامه بدم. اینا خود جلسه پیش همه روش های حلش رو با هم رفتیم جلو و انشالله همگیتون مسلط هستید به روشش. مرور کنید. خیلی مثل این که موضوع خیلی سخته، پس یک بار دیگه روش سیمپلکس رو با هم دیگه مثل این که بخونیم. اینقدر سخته بچه ها موضوع؟ خب
خود نوشتن اینها رو که دیگه بلدید، فقط من روش قسمت تابلو رو ننویسم دیگه. خود نوشتن تابلو اولیه رو که دیگه بلدید بچه ها. اگر اونم فکر میکنید مشکل دارید هم اول شروع کنم، ولی تو موضوعات هم میخورده و هم بحث کردیم. خب حالا تابلو اولیه رو انشالله که دیگه میدونید ما جواب موجه اساسی میخواییم توش پیدا بکنیم، که جواب موجه اولیه همون مبدأ مختصاتی بود اگه خاطرتون باشه. S1 و S2 رو به عنوان متغیرهای اساسی در تابلو اولیه همیشه اضافه میکردیم. تابلو اولیه همون تابلوی هستش که ما از روی مدل مینوشتیمش، که مثلا ببینیم X1 و X2 که داشتیم، S1 و S2 حتما اضافه میشه به عنوان متغیرهای اساسی. تو خود زد صفر در نظر گرفته میشه. مثلا S1 و S2 عموما در محدودیت ها، در محدودیت اول S1، در محدودیت دوم S2 اضافه میشه. خب فرض کنید یه همچین چیزی داشتید، یه همچین مسئله داشتید که ماکسیمایز زد بوده مساوی 40x1 بره 50x2، S1 و S2 به صورت پیشفرض توش وارد شده است. بعد میام S1 و S2 رو توی محدودیت هامون میذاشیم. اینا من فقط سریع میرم جلو تا برسم به اون روش از ضریب لولا. خب میمدیم اینها رو میذاشیم، عددی که به نظر به دست ما میومد میشون منفی 40 من همین 50 و عدد بر اساس محدودیت هامون خب یه عددی در میومد. حالا سطح صفر هم که نوشتید تا برای به حد اکثر ارزادی تبدیل میکنی، معادل سمت راست تا به سمت چپ معادل انتقال پیدا میکنه، به همین جهت هستش که اعداد معمولا منفی میشن. حالا وارد بحث متغیرهای اساسیمون میشیم. نگاه میکنیم ببینیم در متغیرهای اساسی کوچکترین عددی که در سطح زد صفر وجود داره چه عددی است؟ اون میشه ستون لوله. مثلا x2 الان منفی 50 است. یعنی سوال من اینطوریه بچه ها، بین عدد 1، منفی 40، منفی 50، 0، 0 کدوم عدد از همه کمتره؟ خب مسلما مشخصه عدد منفی 50. پس عدد منفی 50 رو اون ستونش رو به عنوان ستون لولا در نظر میگیریم. سطر لولا معمولا حداقل عدد به دست اومده خب از قضیه رو داریم. نگاه کنید بچه ها اینم رسمشه، این رسمه چیز رو محدودیتش رو رسم میکنیم به این ترتیب شکل ما به دست میاد. حتما اعدادی که ما در تابلوی اعداد مقدماتیمون مینویسیم حتما تو مبنای مختصاتیمون هست، یعنی حتما تو این محدوده موجهمون وجود داره. خب نگاه میکنیم بین اعداد مقادیر سمت راست، به عنوان مقادیر سمت راست نگاه میکنیم حداقل عددی که به نوعی مثبت باشه ولی کوچیک‌تر باشه را در اون ضرب میکنیم. نگاه کنید میایم اعداد رو این 40 تقسیم میکنیم به عدد لولا میشود 20. 40 تقسیم میکنیم به عدد لولا. اول بذار سطح لولا براتون توضیح بدم. نگاه میکنیم متغیری که داره حداقل حاصل تقسیم مقادیر سمت راست بر عناصر مثبت ستون لولا باشه را تو این حالت حساب میکنیم. حداقل به عدد دست اومده 20 هست که متغیر به سطح S1ه. متغیر به سطح S1. بنابراین متغیر خروجی ما سطح S1 رو بهش میگیم سطر لولا. حالا چجوری اینو حساب میکنیم؟ اعداد سمت راستمون تقسیم میشن به اعداد ستون لولا، یعنی این 40 تقسیم میشه به 2، 120 تقسیم میشه به 30. این کار رو انجام میدید. خب شما توی این کار اومدید این رو حساب کردید، بعد میایید در مقادیر سمت راست رو تقسیم مشخص میشه این 40 تقسیم بر 2 میشه 20، 120 تقسیم بر 3 میشه 40. عددی که از بین اونها انتخاب میشه کوچکترین عدده. کوچکترین عدد شما چنده؟ 20. پس کدوم سطر لولاست؟ این سطر لولاست. سطریست که عددش حاصل تقسیم عدد سمت راست به اعداد ستون لولا از همه کمتر شده باشه. اون رو بهش میگن عنصر لولا. عنصر لولا الان همگی متوجه شدید بچه‌ها منظورمون چیه، چجوری محاسبش میکردیم؟ پس اگر ما بخوایم اون رو حساب بکنیم، ما میایم از روی اعداد زد صفر، سطر زد صفر نگاه میکنیم، کوچکترین عدد رو انتخاب میکنیم، اون رو به عنوان ستون لولا در نظر میگیریم، مقادیر سمت راست رو دونه به دونه و اون مقادیر که محدودیت ها هست، مقادیر چیز برای ما مد نظر نیست، مقادیر زد صفر اصلا برای ما مد نظر نیست، مقادیر محدودیت همون یعنی غیر از زد صفر، S1, S2، اگر R1 داشته باشیم، اگر X1 داشته باشیم، هر کدوم که داشته باشیم، اونها رو می نویسیم، اعداد مقادیر سمت راست رو تقسیم به عدد متناظر تو همون سطر
در ستون لولا میکنیم. اینجا 40 بوده، عدد متناظرش در ستون لولا 2، 40 تقسیم بر 2 میشه 20. اینجا 120 بوده، عددش متناظرش در ستون بوده 3، 120 تقسیم بر 3 میشه 40. کدوم یکی کوچکتر اون رو انتخاب میکنیم. بین 20 و 40 20 کوچکتره، پس عدد لولا میشود عددی که از 40 به عنوان سطح لولا و 2 به عنوان، یعنی این منفی 5 به عنوان ستون لولا با هم دیگه فصل مشترک داشته باشن، میشه 2. حالا محاسبه سطر جدید لولا به این ترتیب انجام میشه. گفتیم مقادیر سطر لولای قدیم رو تقسیم بر عدد لولا میکنیم، یعنی ما برای x2 که اینجا s1 بوده میشه x2، حالا تو متغیر اساسیمون میخوایم ضرب بکنیم، هر چی که هست رو تقسیم میکنیم، قبلا 0 بوده میشه 0، مگه این 2 نیست؟ مگه عددمون 2 نیست؟ 1 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 1 دوم، خود 2 تقسیم بر 2 میشه 1، اینجا میشه 1. s1مون اینجا چند بوده؟ 1 بوده، عدد لولا چند بوده؟ میشه 2، میشه 1 دوم، پس تو x2 می نویسیم. s2مون چند بوده؟ 0 بوده، تقسیم بر 2 میشه 0 دوم، میشه بازم 0. پس مقادیر سمت جدید رو، سمت جدید سمت راست هم 20 بوده، 40 بوده، تقسیم بر 2 میشه 20. به همین ترتیب میایم می نویسیم، این میشه مقادیر x2. برای s2 اگر بخوایم حساب بکنیم، دوباره میایم این رو میذاریم تو تابلوی مبنامون، نگاه کنید مقادیر سطر جدید، مقادیر سطر قدیم منهای ضریب مربوط بر ستون لولا، ضریب مربوط در ستون لولا که این 2 باشه، ضرب در مقادیر مربوط به ردیف لولای جدید. خب در اینجا مقادیر ردیف لولامون چند بوده؟ اگر بخوایم S2 رو حساب کنیم، مگه نبوده 0 4 3 0 1؟ اینا رو میایم به صورت ستونی مینویسیم. عدد نه سمت راستمون هم بوده 120. خب ضریبمون چیه؟ بچه اینو آوردیم گذاشتیم توی ستون، اومدیم توی ستون گذاشتیم. خب عدد کمتر عدد بین اونها رو میخوایم حساب کنیم، یعنی تو عدد بعدی تو ستون لولا مگه چه عدد دیگه باقی میمونه برای ما؟ مگه 3 نمیمونه؟ این تو ستون لولا 3 داریم دیگه، ضریب مربوط از ستون لولا میشه چند؟ میشه 3. همه رو در اون میخوایم ضرب کنیم، میشه 3 ضرب در 0 ز، ببخشید 3 ضرب در 0 میکنیم، عددی که اینجا داریم در این x2 داریم، لولای جدید داریم، 3 ضرب در x1 x2 تو محله زدش، 3 ضرب در 1 دوم، 3 ضرب در 1، 3 ضرب در 1 دوم، 3 ضرب در 0، در نهایت 3 ضرب در 20. این میشه عددی که ما برای s2 مینویسیم، این میشه تابلوی جدیدمون. انقدر این کار ادامه بدیم، اگر این به جای دو تا 5 تا سطر داشت این کار رو هی ادامه میدادیم، هی با ضرب در ضریب بعدیش میکردیم. خب میشه 0 5 دوم 0 منفی 3 دوم 1 60، این عدد اینجا به دست میاد. خب حالا مسیر زد رو بخوایم داشته باشیم تو محاسبات مسیر زد، زدمون چقدر بود بچه ها؟ زدمون اینجا بود 1 منفی 40 منفی 5 0 0 0 درسته؟ اون رو تو اینجا مینویسیم، تو ردیف اول مینویسیم. خب ضریبش تو ستون چی بود؟ منفی 50. مگه ضریب تو ستون منفی 50 نبود؟ خیلی خوب، این منفی 50 رو ضرب در چه عددی میکنیم؟ ضرب در اعداد لولای جدید. بچه همیشه اعداد سطرهای متفاوت ضریب لولا ضرب در لولای جدیدی که برای حساس حساب کردیم میشه، میشه منفی 50 ضرب در 0، منفی 50 ضرب در 1 دوم، منفی 50 ضرب در 1، منفی 50 ضرب در 1 دوم، منفی 50 ضرب در 0، 20 ضرب در منفی 50. خب همه اعداد رو اینجا می نویسیم که این در نهایت هم عدد حساب میشه، چون منفی داریم، منفی صفر منهای هزار داریم میشه مثبت 1000. تابلو سیمپلکس همون این شکلی میشه، یعنی عددی که تو زد قرار به دست آوردیم میایم اینجا می نویسیم، عددی که تو x2 به دست آوردیم میایم x2 که همون سطح لولای ما بوده، همین سطح بوده که از اول حساب کردیم، لولای جدید بوده، عددی که در حالت بعد از اون در x2 به دست آوردیم میایم اینجا مینویسیم، میشه تابلو سیمپلکس. بچه ها الان همگی متوجه شدید دارید چه کار میکردیم؟ انشاءالله این قسمت براتون حل شد. خب الحمدلله.
خب حالا نگاه میکنیم میبینیم که زد صفر ما اعداد داریم که توش منفیه، کوچکترین عددمون هم منفیه 15 است. حالا میخوایم براش خروجی انتخاب کنیم. دوباره من همین ادامه میدم تو تابلو جدید ببینید چی کار باید بکنیم. تو تابلوهای جدید سیمپلکس همون باید چی کار بکنیم. عدد منفی 15 با عنوان کوچکترین عدد اینجا حساب میشه، پس ستون لولا میشه ستون x1، دوباره میشه ستون x1. حساب میکنیم اعداد سمت راست تقسیم میشه به اعداد متناظرشون در ستون، یعنی اینجا 20 تقسیم میشه به 1/2، درسته؟ اینها رو می نویسیم بچه ها. 60 تقسیم میشه به 5/2، 20 تقسیم برای 1/2، 20 تقسیم برای 1/2 حساب میکنیم میشه مثلا میشه 40، این عدد 60 تقسیم برای 5/2 میشه 60 ضرب در 2/5، عدد حاصل از 2/5 کمتر میشه. بزنیم حسابش بکنم، 120 تقسیم برای 5 تقسیم مثلا حدودا 24 میشه، عدد 23 و نیم 24 میشه، عددش کوچکتر از 40 هست. بنابراین سطر لولا عددیست که عدد کوچکتر رو داره، این عدد میشه عدده، این میشه سطر، میشه سطر لولا، میشه S2. عدد لولا چی میشه؟ عدد لولا میشه 5/2. پس ما هر وقت که تابلوی سیمپلکسمون دیگه کامل شد دوباره باید این کار رو انجام بدیم. خب اینجا میشه 24 میشه 40. عدد لولا میشه 5/2. حالا میایم عدد جدید رو تابلو جدیدمون رو مینویسیم. چجوری تابلو جدید رو مینویسیم؟ یه با هم دیگه حلش بکنیم که انشالله همگی یاد داشته باشید. خب بر اساس اول استور رو مینویسیم. استور رو چه شکلی بچه ها حساب میکردیم؟ لطفا همزمان با من این رو حل کنید، برای اینکه بچه ها یاد نمیگرفتیم. اینجا یادتون هست چی کار میکردیم؟ همگی یادتون هست چی کار میکردیم؟ محاسبه سطر میکردیم. مقادیر سطر لولای قدیم تقسیم بر عدد لولا. پس ما میاییم مقادیر رو تقسیم بر عدد لولا میکنیم. صفر تقسیم بر 5/2 میشه 0. 5/2 تقسیم بر 5/2 میشود 1. 0 تقسیم بر 5/2 میشود 0. الان ما من بچه همه میایم تو استور این کار ادامه میدیم، تو استور ادامه میدیم بعد منفی 3/2 تقسیم بره 5/2، محاسبتش هم سخته و عددی به دست میاد و 1. این کار ادامه میدیم تا تابلوی اصلیمون ادامه پیدا بکنه. بیا خواهیم بچه ها اینجا بخشت. این موس من یاری نمی کنه سوی میکنم که اینقدر حرکتش سخته. من چه متغیرهایی رو بچه داشتم؟ متغیرهای اساسی که اینجا نوشته بودم Z0 بود، S1 بود، S2. چه متغیرهایی رو میخواستم پیدا کنم؟ X1 و X2. من تا کجا تابلوی دومم رو ادامه میدم؟ تا وقتی که به X1 و X2 برسم. در تابلوی اول که این تابلو بوده S1 و S2 داشتم بدون X1 و X2. منطقه X2 رو به چه عنوان نوشتم؟ عددی که به عنوان عدد لولا به دست اومد نوشتم برای X2. درسته؟ یعنی اعدادی که عدد لولا بود اونی که جایگزین عدد لولا شد در کدوم قسمت قرار گرفته بود؟ در X2. میشانه که بچه متوجه شده باشید. اونطور موز به این نیستم که کامل دارید همه که با من همراهی میکنید. خب حالا برای X1 رو باید تولید بکنم. X1 بر اساس باز عددیست که تو اینجا میاد مقادیر قبلی رو که نوشتیم 0 1 2 1 2 1 1 2 0 عدد رو از همینجا قرار دادیم نوشتیم. منتها استوری که دوباره میخوایم حساب بکنیم برای چی حساب میکنیم؟ برای اینکه X1 رو میخوایم حساب بکنیم. X1 میشه منفی 3/2 تقسیم بر 5/2 میشه منفی 3/5. 1 تقسیم بر 5/2 میشه 2/5. 1 تقسیم بر 5/2 میشه 2/5. اعداد اونها و 60 تقسیم بر 5/2 میشه حالا 60 ضرب در 5 تقسیم بر 2 میشه 24. خب این اعداد برعکس 60 ضرب در 2 تقسیم بر 5 میشه 24. این عددیست که حاصل اینه. نگاه بکنید آیا بچه ها عدد منفی در سطح صفرمون داریم؟ اگر نداریم این تابلو میشه تابلوی بهینه. بنابراین بچه ها ما S1 و S2 رو برای چی میگذاریم؟ کلن S ها رو برای چی میگذاریم؟ در راست داریم که بتونیم X1 و X2 رو تولید بکنیم. در حالت اولی که داریم انجامش میدیم نگاه میکنید ببینید که این S2ی که قرار داده بودیم S1ی قرار داده بودیم میایم به عنوان سطر لولا انتخاب شد ولی بعد حذف میشه، S1 حذف میشه و اون رو به عنوان سطر دوم یعنی X2 در نظر میگیریم. چرا به عنوان X2 در نظر میگیریم؟ نگاه کنید تا
تابلوی دوم سی پلیس با جواب موجه اساسی جدید یعنی ایکس دو و اس دو میخواد تعریف بشه. درسته؟ چرا این اتفاق میفته؟ ما میایم هر کدوم از این تابه هامون رو رسم میکنیم. مشخص میشه برای ما که این تابه که ما داریم الان رسم میکنیم در محور ایکس دو قرار گرفته یا در محور ایکس یک. جواب بهینه من همونطور که میدید این منطقه محدوده بهینه من هستش. اون چیزی که اینجا وجود داره اینه که جواب بهینه من روی ایکس دو داری تعریف میشه که 20 هست. چرا؟ چون من اینو از روی سطر دوم انتخاب کردم، یعنی S1 من اینه از روی ایکس دو، S2 من از روی ایکس یکه. پس نگاه میکنم میگم چون 20، چون سطر لولا بر مبنای ایکس دو واقع شده، پس اون چیزی که من دارم پیداش میکنم اس یک همون ایکس دو منه. حالا میرم دوباره ادامهش میدم، اس دو وجود داره، ایکس دو که پیدا شده، حالا ایکس یک رو باید پیدا کنم، چه متغیر دیگه ای دارم؟ اس دو رو میرم به عنوان ایکس یک قرار میدم. این از لحاظ هندسی اگر شما رسم بکنید هم به شما کمک میکنه شناسایی بکنید کدوم مبنای مختصاتتون رو داره قرار میگیره. بچه‌ها انشالله اگر دیگه اینا همه رو متوجه شدید من ادامه بدم برم به درسم، یا دوباره ام رو توضیح بدم براتون. سوال بپرسم کاش به هم بگید که واقعا یاد نگرفتید، من دوباره برنگردم براتون. خب حالا بریم بچه جوابش بهینه چند گانه، یا هنوز ادامه بدم توضیحاتم رو، یه بار دیگه توضیح بدم براتون. لطفا یه فرمان جواب بده که فهمید همه که انشالله. دوستان خوابین؟ خب خوابین حتما. آقایون هستید؟ خب الحمدلله. آقای احمدی و بقیه دوستان آیا همگی متوجه شدید چجوری بریم تابلو سیمپلکس رو محاسبه میکنیم؟ چرا ایکس یک شد؟ چرا ایکس دو شد؟ آیا همگی متوجه شدید؟ من آقای شرفی فارسی ننویسید، من متوجه نمیشم چی مینویسید. بسیار خوب، خدا رو شکر. حالا بریم روی محاسبات جواب دیگه. بچه من هر تابلو رو محاسبه نمی کنم، خودتون، برای که این خیلی وقتگیر محاسباتش، خودتون برای اینکه سریعتر یاد بگیرید هر کدوم از این تابلوها رو خودتون محاسبه کنید. کار نداشته باشید که من اینجا براتون جواب رو نوشتم، هر کدوم از این تابلوها رو خودتون محاسبه بکنید. خیلی به شما کمک میکنه که انشالله بتونید به بهترین نتیجه برسید. خب مثال ما چیه؟ ماکسیمایز زد مساویس با چهل تا ایکس یک بینوه سی تا ایکس دو، محدودیت هاش ایکس یک رو بینوه دو ایکس دو کوچیک‌تر از چه؟ 4x1 بلوه 3x2 کوچیک‌تر از 120 گفتم، و x1 و x2 بزرگتر از 0 گفتم، چون ما تابعمون تابع حد اکثر سازی است. از طرف دیگه محدودیت هامون محدودیت های کوچکتری کوچیک‌تر مساوی قرار گرفته، این یا جواب نداره یا چندین منطقه بهینه یا چندین جواب بهینه براش شکل میگیره. خب تابلومون رو که نوشتیم میایم بر اساس نگاه میکنیم بچه ها عدد بهینمون چی بوده؟ 40. چرا؟ چون منفی 40 کوچکترین عدد بوده. 40 تقسیم بر 1 میشه 40، 120 تقسیم بر 4 میشه 30، سطر لولا میشه این سطر S2. میایم اون رو تقسیم میکنیم، عدد سطر رو تقسیم میکنیم. نگاه میکنید این رو باید توی چیز محاسباتتون نگاه کنید ببینید که توی x1 قرار میگیره یا توی x2. تو x1 قرار میگیره، بر اساس x1 میاد اون رو حساب میکنید، تقسیم بر 4 میکنید، عددتون میشه 0 1 3 4 0 1 4. خب بر همین اساس دوباره اون بقیه رو هم حساب میکنید، یعنی بر اساس اعداد بقیه میاد حساب میکنید. این تابلوی دوم نوشته میشه. تابلوی بعدیتون رو هم به همین اساس نگاه میکنید، داریم 1 0 0 10 و اعدادی که داریم تابلوی دوم تابلوی بهینه شده هستش، چون هیچ عدد صفر منفی درش وجود نداره، یعنی این اعداد رو ادامه دادیم هیچ عدد منفی برامون وجود نداره، فقط در اینجا x1 و x2 داریم، یعنی دیگه ما s1 رو هم حذف می‌کنیم، s2 که شده x2 شده x1.
S1 رو هم میبریم حسبش میکنیم که میکنیمش X2. نگاه میکنیم توی تابلوی Z مینویسیم. تابلوی Z ما هیچ عدد منفی نداره. چون نداره، بنابراین ما با تابلو مقدماتی تونستیم حلش بکنیم. سطح Z تابلو با شرط معمول سیمپلکس متفاوت هستش. در این سطح ضریب متغیر تقسیم بر X2 غیر اساسی صفر میباشد. با وجودی که X2 غیر اساسی هستش، ضریب متغیر تقسیم X2 صفره، یعنی ورود X2 به پایه هیچ تأثیری در ارزش Z نخواهد داشت. پس مسئله چند تا جواب بهینه داره. یاد کنید بچه ها، ما میمدیم جواب هامون رو توی نمودار رسم میکردیم. X1 و X2 هر کدومشون مقادیری داشتن. تو این حالت نه X1مون جواب داره نه X2، فقط Zمون عدد داره. صفر و S1 و S2 هم که اصلا متغیرهای مصنوعی ما بودن و نباید هم جواب میدادن. جوابشون برای ما مسئله نداره. چون X1 و X2 هیچ کدومشون عدد داره مقادیر مشخص نیست، بنابراین من یعنی چند تا جواب بهینه دارم یا جواب چندینگانه بهینه دارم. این میشه حالت اولی که در محدودیت من قرار میگیره. در حالت بعدی فاقد نعناهی بهینه جواب موجه هستش. خب در این حالت من یک مثالی دارم با این عنوان که نوشتمش ماکسیمایز زد مساویست با 5 تا x1 برای 3 تا x2 محدودیتاش هم نوشتم. بازم با وجوده که بچه ها من همه رو ماکسیمایز کردم، یعنی تابع اصلی من ماکسیمایز هست، در محدودیت ها یک محدودیت منفی هم دارم. 4 x1 برای 2 x2 بزرگتر از 8، x1 بزرگتر از 4، x2 بزرگتر از 6. من همینجوری بچه ها اینا رو مساوی قرار بدم، همینجوری یکیشون مساوی 4 قرار بدم مساوی 6، اینها هیچ همینجوری بدون ذره به دیگهش کوچکتر از 8 نمیشه. یعنی همینجوری بچه شما این جواب رو نگاه بکنید متوجه میشید که این تابع جواب نداره، چون x1 و x2 به هیچ حالتی نمیتونه مثبت باشه. یعنی من 4 تا x1 بخوام بذارم مساوی با 4 بخوام بکنمش، 4 تا x1 مثلا 4 تا بخوام بذارمش میشه 16 تا، دو تا 6 تا میشه 12 تا، 16 و 12 با هم دیگه چند میشه بچه‌ها؟ اصلا امکان نداره کوچیک‌تر از 8 باشه. محدودیت های قرار دادن محدودیت های غلطی است. خب حالا به هر صورت برای اینکه حلش بکنم، یعنی اینجا من میدونم که ناحیه جواب بهینه ندارم، فرض استانداردش رو می‌نویسم. ماکسیمایز زد مساوی است با 5 تا x1 بلس 3 تا x2 منهای mr2 منهای mr3. چرا این کارو می‌کنم؟ دارم با استفاده از روش m حلش می‌کنم. خب چون x1 و 2x2 بره به s1 که 8، x1 منهای s2 بره به r2 4، x2 منهای s3 بره به r3 6. در حالت اول که من جواب کامل دادم به علاوه دارم s1 من با هم مجموع میشه، ولی مبقیش داره منفی میشه. خب همه اعداد رو هم بزرگتر از 0 میگیرم. تابلو رو مینویسم. تابلو متغیره اساسشم زیاده. 1 منفی 5 منفی 3 مثبت m مثبت m 0 یعنی 0 m s1 مون هم می‌نویسم. همه اینها رو حساب می‌کنم، بر اساس کوچکترین عددی که دارم تقسیم می‌کنم. اینجا میشه منفی 5. منفی 5 رو میام به عنوان ستون لولا در نظر میگیرم. اعداد رو بر اون تقسیم می‌کنم. 8 تقسیم بر 4 میشود 2، 4 تقسیم بر 1 میشود 4، تقسیم بر 1 میشود 4، 6 تقسیم بر 0 هم که نامتناهی است. خب عدد رو ضرب میکنم، بر اساس عددی که به دست میاد S1 و R2 و R3 رو. خب توی این محدوده بچه ها عدد لورا که دارید انتخاب میکنید در مرحله بعد به دردتون میخوره. توی این مرحله باید کلیه R ها R1 و R2 و R3 یا هر چیزی که داریم با زد با هم دیگه جمع بشه و مجموع اونها با اون M که گذاشته میشه، M رو ما میایم صفر میکنیم تا با هم ضربش میکنیم، با هم جمعش میکنیم. خب تابلو دوم متغیر دوم نوشته میشه. این تابلوها رو ادامه میدیم تا برسیم ببینیم که آیا امکانش هستش که ما به تابلو مثبت برسیم. بله به تابلو مثبت میرسیم، منتها باز مقادیر سمت راستی ما با یک عدد بسیار بزرگی منفی است.
پس ما مقادیر سمت چپ مثبتیم، مقادیر سمت راست منفی است. اصلا امکان نداره که این جواب بهینه داشته باشه. گرچه همینجور هم بچه‌ها من براتون توضیح دادم، اینجا با خود دیدن صورت مسئله شما میتونید فاقد احوال میتونید برسید به فاقد به اینکه فاقد جواب بهینه است. یعنی این یه جور مثل تقلبی که دارم به شما میرسونم. منتها شما در امتحان یا هر جای دیگه که داشتید اینو بحث میکردید باید حل کامل جدول سیمپلکستون رو انجام بدید، هم تابلو اولیه، یعنی هم تابلو مقدماتی هم تابلوهای اولیه. نه هیچ جواب بیکران میخواید داشته باشید، یک ماکسیمایز داریم دو تا، یک خب یه ماکسیمایز داریم که نوشته ایکس یک رو برابر دو تا ایکس مساوی با ماکسیمایز زد. محدودیت ها ببخشید این دو تا ایکس دو بوده، اشتباه نوشته شده ایکس. ایکس یک منهای دو تا ایکس دو کوچکتر از 4، ایکس منفی ایکس یک بره به ایکس دو کوچکتر از 3، ایکس یک ایکس دو هر دو بزرگتر از 0 میخواد باشه. خب تابلو رو می‌نویسیم، نیازی هم نیستش که حالا با استفاده از روش ام بریم. تابلو رو می‌نویسیم، مشخص می‌کنیم 1 منفی 1 منفی 3 0 0 با هم 0 صفر یک منفی دو، این منفی سه نبوده بچه ببخشید، این برعکس بوده، سه تا ایکس دو بوده که اینجوری نوشته شده. خب تابلو رو می نویسیم بر اساس کوچکترین عدد میایم انتخاب میکنیم اعداد رو مساوی با عدد نولا و سطر نولا محاسبش میکنیم. ایکس دو به دست میاد، ایکس دو به دست میاد توی مرحله زدمون بچه ها، همونطور که در تابلوی چیز میبینید این رو ادامه میدیم تا ایکس یکم به دست میاد. منطقه مسئله که وجود داره این تابلو منفی داره و تا آخر منفیش میمونه، چون منفیش میمونه یعنی زدمونم به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه، منفیش میمونه این تابلو هیچ وقت نمیتونیم بگیم یک جواب مشخص داره، جواب ناحیه بیکران هستش. معمولا در اینها حتما مثبت قرار نمیگیره، حتما یکی از محدودیت یا هر دو محدودیت منفی میشن، برخلاف ماکسیمایز ها که معمولا مثبت هستن، محدودیت هامون با هم دیگه جمع میشن، حتما تو اینها محدودیت هامون یکی از یکی دیگه داره کم میشه. ولی حالا بازم اینها استثناءاتی دارن بچه ها، شما از روی روش حلش یاد بگیرید نه از روی محدودیت ها. این چیزی که من خب از بس حلش کردم میدونم که چطوری هستش. جواب تبهگر هم به این ترتیب هست که جواب درستی نداره. هرگاه در یک تابلوی سیمپلکس حداقل یکی از متغیرهای اساسیتون بچه ها مساوی با صفر بشه، گوشه متناظر با اون تابلو تبهکن هستش. این قاعده کلی است که توی اینها باید داشته باشیم. حالا اگر بخوایم با هم دیگه حلش هم بکنیم، به این ترتیبه که ماکسیمایز زد مساوی با 4 تا ایکس 1 بنو 6 تا ایکس 2، 6 تا ایکس یک بره به 4 تا ایکس دو کوچکتر از 24، ایکس دو کوچکتر از 3، 5 تا ایکس یک بره به 10 تا ایکس دو کوچکتر از 6، هر دوی جواب همون بزرگتر از 0 باید باشن، خودشون هر دو باید مثبت باشن. نکته اساسی باز هم بچه ها نگاه کنید، اینجاهایی که جواب تبهکن داره یا فاقد جواب موجه هست، ماکسیمایز ها محدودیت های منفی دارند که اصلا خیلی وقتا امکان نداره که اتفاق بیفتن. خب زدمون رو می نویسیم، سطح زد صفر، اعداد رو می نویسیم، بر محاسباتش رو انجام می دیم و ایکس یک و ایکس دو همه رو پیدا می کنیم، می بینیم وارد تابلوهای 3 و 4 می شیم. یعنی در تابلوی اول ایکس دو محاسبه شده، در تابلوی دوم ایکس یک محاسبه می شه. این هم با همون ضریب لولاست بچه، هیچ کاری نداره اگر لازمه حل کنم براتون، ولی اینها رو دیگه با یک بار حل کردن دو بار حل کردن خودتون استاد میشید روشون، نیاز نیست که نگرانش باشید. و بعد در نهایت تابلوی که به صورت کامل x1 و x2 با s3 پیدا شده و نوشته میشه. خب سطح زدمون همونطوری که میبینید سطح در سطح زدمون x1 و x2 دقیقا مثل ناحیه موجه، ما فاقد ناحیه موجه بودیم چون x1 و x2 یا مساوی با 0 باشن، حداقل یکی از متغیرهای اساسی من که 0 باشه به این معنی هستش که از یک سمت تبهگن هست، یعنی داره جوابش قابلیت اعتماد نداره، این مسئله تعریف شده درستی نیست. خب بچه سوالی نداری تا اینجا؟ من متغیرهای منفی رو براتون درس بدم، فکر میکنم دیگه بعد داریم جلسه خورده سنگین شد براتون. خب
یکی متغیرهای منفی. متغیرهای منفی متغیرهای آزاد در علامت، آزاد در علامتشون هستن. یکی متغیر منفی با حد معین هستن. متغیرهای آزاد در علامت میتونن هر در هر مقدار منفی، مثبت یا صفر رو هم به خودشون بگیرن. اگر متغیر تصمیم آزاد آقای شاکر یه بار مرور بکنید اینا رو، ببینید من فقط صرفا دارم براتون توضیح میدم. متاسفانه این حالت درس اوآرمون اصلا درسی نیست که به صورت مجازی بتونیم این رو درس بدیم. این رو باید هی حلش بکنیم، هی آزمون خطا بکنیم. انقدر یعنی این فضای اینجوریه که من میتونم خیلی براتون حل بکنم، انقدر باید این حل بشه تا ملکه ذهن همتون بشه. حالا ان شاء الله اگر جلسه ای باشه که حالا مثلا بعد از ماه رمضان شما بتونید تشریف بیارید، با دانشگاه باز بشه، شرایط حل بشه، حتما ما یکی دو تا مسئله رو کامل با هم حل میکنیم و این مسئله این کار تو ذهنتون یه خورده شفافتر میشه. نگران نباشید، ولی در این حال جزوه‌تون رو چندین بار هی سعی کنید مرور بکنید و اینها رو خودتون حل کنید بچه‌ها تا بتونید به جواب برسید. خب اگه متغیر تصمیم آزاد در عملیات باشه، برای استفاده از روش سیمپلکس باید اینطوری عمل بکنیم. ما x1 بزرگمون x پریم آی منهای x دو پریم آی. خب ماکسیمایز زدمون چیه بچه ها؟ ماکسیمایز زدمون یه خورده بچه ها متغیرهای منفی یه خورده سخته یادگیرشون. خب گوش کنید وقتی ما متغیرهامون منفی، یعنی x1 وقتی که میبینید محدودیت هامون، یا x1 مثلا میبینید که علامتش مشخص نیست. ببینید ما توی همه سوالاتی که تالا داشتیم آخرین محدودیتمون چی بوده؟ این بوده که مثلا میگفتیم x1 و x2 بزرگتر از 0. حتی اگر که میمدیم یه سری متغیرهای مصنوعی مثل s و مثل r رو حتی n اضافه میکردیم، این همه شون رو اعداد مثبت حساب میکردیم، یعنی همه رو مینوشتیم بزرگتر از 0. حالا در حالتی وجود داره برای ما که ما ماکسیمایز زد، یعنی مطابق اون شکلیه، ماکسیمایز زد مساوی است با نقطه x1 بره 14 بره 18 تا x2 محدودیتمون 6 تا x1 بره 3 تا x2 بزرگتر از 18، 2 تا x1 بره 2 تا x2 کوچکتر از 16، x2 بزرگتر از 0، x1 آزاد در علامت هست، یعنی مشخص نیست که مثبت یا منفی. چون مشخص نیست که مثبت یا منفی، ما میایم دو تا پارامتر x پریم و x2 پریم رو بهش اضافه میکنیم. خب میمونیم استاندارد سازیش میکنیم. استاندارد سازیش اینطوری هستش که مگه ما نقطه x1 نداشتیم؟ خب به جای x1 میم اینا رو قرار میدیم، میشه نقطه x پریم 1 منهای نقطه 2 x پریم منهای نقطه x2 پریم 1 به علاوه 18 تا x2 به علاوه 0 تا s1 به علاوه 0 تا s2 منهای mr. اینها رو اضافه میکنیم چون اینها محدودیت منفی هم دارن. خب 6 تا محدودیت بعدی 6 تا x1 بوده، باز توی هر تا که x1 بچه ها من دارم به جای x1 باید بزنم x1 پریم به علاوه x2 x1 دو پریم. خب هر جایی که هستون باید بذارم علامت هاشون هم مشخصه، مساوی با عدد سمت راست میکنم. در نهایت همه اینها x1 پریم x2 پریم و همه اینها رو بزرگتر مساوی صفر قرار میدم. حلش میبرمش توی تابلو. توی تابلوی مقدماتی وقتی میبرمش، خب این نمودار رو دارم، باید اول تابلو مقدماتی، این تابلوهای مرحله‌ایش رو اینجا گذاشتم. تابلو مقدماتیش اول اینها رو مینویسم، بعد اون در حقیقت باید آرها و آرها و اسها و خود زد با هم دیگه جمع و تفاضل اونها قرار بگیره. در نهایت تابلوی زد من با این شرایط قرار میگیره: 1 منهای 9 تا به علاوه 6 تا ام، 9 به علاوه 6 تا ام، منهای 18 منهای 3 ام، ام 0 0، یعنی این ام در اینها قرار میگیره. خب آره پس s0 s2 هم s1 من که ام داره چون 0 بوده، ما بقیش 0 قرار میگیره. مقادیر ما با ام ضرب میشه که این اتفاق برامون میفته. خب تابلو رو مینویسم. در این تابلوی که بچه ها نوشته میشه که حل تابلو مثل حالتهای تابلوهای روش M هستش. در این حالت معمولا ما x1 و منهای
x یک مساوی با صفر منفی دو، پس x دو من، x یک من منفی است، x یک من آزاد در عملیاتش مثبت در نمیاد. در این روش ها بچه ها شما دقیقاً با اضافه کردن پارامترهای اضافه مثل x یک پریم و x دو پریم دارید دو تا پارامتر رو میگذارید، یکی از اونها رو شناسایی میکنید، اون پارامتری که شناسایی میشه بکنید x یک میشه x یک پریم نه x دو پریم. x1 و صفر منهای دو، دو تا پارامتر من در میاد، در این تابلوی نهایی x1 پریم هم مشخص شده که چه عددی هست و در اینجا x1 پریم و x2 پریم هر دو محاسبه میشه، گرچه هر دو صفر میشن، منتها عددی که از روی اینها به دست میاد عدد نهایی من هست. خب به این ترتیب بچه ها این عدد که صفر، عدد بعدی دو در نظر گرفته میشه، یعنی از یک سمت x پریم صفر، از اثر دوم دو هستش. به این ترتیب بچه ها عددی که من میخوام حساب بکنم نتیجه عددی من به عنوان عددی است با جواب منفی. نگران نباشید، من از این احتمال زیاد سوال نمیدم چون خیلی سخته، فقط یاد داشته باشید اگر گفتم متغیر با علامت آزاد یعنی چی. متغیرهای منفی با حدود معین تا حدودی شبیه مورد قبل هم، با این تفاوت که یک حد اونها معلومه. مگه ما نمیگفتیم x1 مساوی x1 پریم منهای x2 پریم؟ خب x1 پریم x1 میشه x1 پریم منهای 20، بنابراین x1 پریم هم بزرگتر مساوی 0 در نظر گرفته میشه. به این ترتیب می‌نویسیم اینها یک، یعنی یا x1 پریمش یا x2 پریمش یک کدومش مشخصه، متغیر منفی با حد معین برای ما یکیش رو مشخص میکنه، میگه دومیش رو برو حساب بکن. به این ترتیب باز میره تو تابلو میگذاره، اون دوتا محاسبه میشه. حالت اول متغیرهای منفی یعنی متغیرهای آزاد در عملیات بسیار سختتر و مشکلتر محاسبهشون، اما خب به ترتیبی قابلیت حساب شدن طبق تابلوی سیمپلکس مخصوصا با مقادیر ام بزرگ یا مقادیر آر یا حتی رابطه دو مرحله‌ای رو داره. خب بچه ها سوالی ندارید؟ همچنان قبل هستید؟ این دو قسمت رو اینجا اگر حضوری باشه که حتما براتون حل میکنم، جوابش رو به شما میدم که چرا به این ترتیب در میاد. متاسفانه یه خورده میگم درس محاسباتیست، محاسباتیش هم نیازمند این هستش که همش حساب کتاب شو داشته باشه. این که اعداد از کجا در میاد نگران نباشید بچه ها، اینها رو تو جزوه دادم بهتون. آقای شادم کجا شو نفهمیدی؟ باید درست تحلیل سیمپلکس مسئله سانویه نشم نه؟ دیگه خیلی سخت میشه احتمالا براتون. بله متشکرم آقای سیرت، نمیدونم حالا همه دوستان تشریف دارن یا نه، اما لطفاً آقای سیرت و آقای قادری اگر که الان تشریف آورده باشن به عنوان هر دو گروهی که نماینده های دوتا کلاس هستند در جریان باشید. کلاس بعدی ما انشالله دو هفته دیگه است، در صورتی که قرار باشه به ترتیب دیگه برقرار بشه حتما بهتون اطلاع رسانی میکنم. دوستان خواهش میکنم، من خواهش میکنم ازتون بچه ها، ببینید ما شرایط درسیمون اینجا راحت نیست، حالت حالا من اگه ببینم اگه کمک بهتون میکنه حالت تخته مثلا وایت بوردش رو فعال میکنم که براتون بنویسم، اونطور خیلی زمان بره، خیلی زمان بره، برای همین من سعی کردم همه این محاسباتش رو تو جزوهتون بیارم که روی اون بخوایم با هم دیگه بحث بکنیم. نکته ای هست اینه که لطفا بچه ها خواهش میکنم ازتون از ابتدای بحث تابلوها، از ابتدای بحث سیمپلکس یک بار به صورت کامل مرور کنیم، به صورت کامل یعنی تمامی قسمت ها، بدونید که چرا باید مثلا ما وارد این ام رو وارد بکنیم، چرا آر میاد ضریب اون قرار میگیره، چرا یعنی ام رو مورد ضریب آر قرار میگیره، چرا من این تقسیم رو انجام میدم، کجا تقسیم های انجام میشه، محاسبه یه حالت تابلوی مقدماتی یا تابلوی اولیه در حالتی که روش ام بزرگ دارم در چه به چه صورت هست، در روش دو مرحله چه اتفاقی میفته. لطفا همه اینها رو یک بار با خودتون مرور بکنید.
کنید. ناحیه هایی که به صورت نواحی فاقد جواب معین یا جواب تبهکن یا ناحیه با شرط ما، هر همه اینها که شرط خاص هستن، اینها رو هم شما میتونید مطالبه کنید. ولی اول لطفا شرط این هستش که عمومیت تابلوهای سیمپلکس رو یاد بگیرید. من مجبورم در مرحله بعدی، در جلسه بعدی بچه وارد حوزه تابلوهای دوگانه بشم. تابلو مسائل ثانویه، مسائل ثانویه یک داستان جدید رو داره به شما وارد میکنه. بنابراین حتما باید این تابلو اولیه رو یاد داشته باشید، تابلو مقدماتی و تابلو اولیه یاد داشته باشید تو با وارد شما تابلو ثانویه بکنید. لطفاً خواهشان همگی تلاششون رو بکنن، نه اینکه تو دو هفته دیگه هیچ کار نکنه. تلاششون رو بکنن، یاد بگیرن. اگر بچه‌ها باز همگی یا حتی تعدادی که با یک نفر نیاز داشت توضیح داده بشه، من لازم بشه جلسه دیگه هفته دیگه هم بیام بین دو هفته یک جلسه موازات تشکیل بدم، این کارو میکنم تا به شما درسشو بدم. نگران نباشید. یا اگر لازم بشه من میرم یه سری مثال دیگه میارم، یه سری شرط دیگه اینجا با هم حل میکنیم، منتها به شرطی که شما همپای من حلش کنید، چون من نزدیک شما نیستم که شما همپای من حلش کنید. باید خودتون پای این مانیتورتون که نشستید شروع کنید به حل کردن، ببینید آیا همزمان به اون جواب میرسید. اگر میرسید یعنی دارید راه درست میرید. در غیر صورت با گوش کردن مسائل ریاضی اصلا حل نشدنیه. بنابراین لطفا اگر کسی میبینه که بعد از یک هفته مطالعه هنوز به مشکل برخورده، هم من به کمکی من بهش معرفی میکنم، هم اگر لازم باشه یک جلسه موازات براتون تشکیل میدم. این درس رو با هم دیگه مرور میکنیم، اینقدر مرور میکنیم تا حل کردن تابلوهای اولیه برای شما ملکه بشه. بسیار خوب، لطفا اینو به من خبر بدید، نماینده به نماینده هاتون خبر بدید، از اونها بخواید، اونها با من هماهنگ میکنن. متشکرم. من این حضور غیاب بکنم از دوستانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن. خب بر اساس اول از ابتدای نیست من میرم جلو. ماشاءالله آقای اکرمی سه بار هم وارد شدی داره، آقای محمد جان اکرمی، آقای قادری، آقای جاهد، آقای شفیع، آقای